سلام دوستان وقتتون به خیر باشه صنعت خودروسازی ایران یکی از مهمترین بخشاییه که ما همیشه وقتی پیرامون صحبت کنیم با چالش های زیادی روبرو رو هستیم حتی بعضا مقایسه های پیش میاد موشک و پراید موشک و خودرو چرا ایران در اون حوزه اینقدر موثره چرا اینجا نیست تحلیل های مختلفی افراد پیرامون شهر میدن بعضی میگن که آقا ایران سرمایه رو برده اون قسمت با این کاری نداشته اون خروی شده موشک اینور خروجی شده این چیزی که داریم می‌بینیم لگنی که می‌بینیم ایران فقط داره تو حوزه نظامی سرمایه گذاری می‌کنه بعضی دیگه میگن نه یه روحیه ای هست ایران این روحیه رو برداشته برده اونجا این نگاه به داخل خودش اعتماد به جوان خودش ورده برده اونجا با وجود اینکه در حوزه نظامی تحریم بوده بهترین موشک رو داره میسازه ولی در حوزه خودروسازی بهترین نخبه ها رو داره بهترین طراحا رو داره بهترین آدم ها رو داره به خاطر اینکه اون روحیه اینجا نیومده اتفاق خوبی نیفتاده من میخوام یک داستانی برای شما بگم از یک ماجره که احتمالا کمتر در خصوص شنیدین خب در دوره جنگ تحمیلی ما نیاز داشتیم که تانک های خودمون رو به میدان و نبرد منتقل بکنیم و خب راهکاری نداشتیم به خاطر اینکه این کشنده هایی که در ایران بوده و کامیون هایی که ازش استفاده میکردیم بعضن با مشکلاتی رو می شده اینجا یک نفر در صنعت خودروی ایران پیدا میشه اسخر قنچی میاد میگه که آقا این مشکل نداره یکی دو تا از این کامیونا رو من موتورش رو عوض میکنم موتورش رو عوض میکنم یه می خوردم رو چند تا از قسمتش کار میکنم شما از این استفاده کنید و به اصطلاح خودمون تانکارو رو منتقل همین کار رو انجام میده این فرد همین کار رو در حوزه به اصطلاح خود این کامیون ها انجام میده و کل میدان نبرد و نقل و انتقال جنگ های سنگین ما از همین طریق انجام میشه الان شما اگر یه بررسی داشته باشین ایران در حوزه کشنده ها و کامیون ها در حوزه نظامی از چیزی تحت عنوان کیان 700 در سالهای گذشته رونمایی کرد که این کیان 700 به لحاظ توانی که داره این دو تا تانک رو میتونه جابجا بکنه به لحاظ توانی که داره، از مدلی که آمریکا در حوزه نظامی ساختن این بالاتره و وزن بیشتری رو هم میتونه جابجا بکنه اینا ادعا نیستا بلوف نیستا در مقایسه‌ای که اون کسانی که در حوزه نظامی انجام میدن اومدن ارائه دادن یک مقایسه بین این دوتا خود رو صورت گرفته اون چیزی که ایران ساخته به مراتب سرتره پس یه جای کار میلنگه توی این صنعت یه جای کار میلنگه که وقتی خود سازی تو نگاه کنه هم قیمت بالاست و هم خروجی مورد نظر رو نداشته یه نکته رو اخیرا یکی از مقامات این شرکت خودروسازی مطرح کرده که همین باعث شد من این گزارش رو برای شما آماده بکنم این فرد در صحبت خوش گفتی که ما برای همین خودروی پرایدی که داریم ارائه میدیم چیزی حدود 70 میلیون تومن داریم خسارت میدیم و از زاویه های مختلف کاربرها اومدن به همین پرداختن ببین یکی از مهمترین موضوعاتی که در این قضیه وجود داره و الان همه میتونیم برش اتفاق نظر داشته اینه که ما چیزی حدود چهل سال صنعت یک کشور رو در حوزه خودروسازی به طور انحصاری داریم به شماها در شما بوده دیگه همشی شما بوده بعد از این همه سال وقتی تو میای برمیگردی به ما میگی که من 70 میلیون تومن تو این قضیه دارم خسارت میدم یعنی اینکه تو مدیریت درستی یعنی حوزه نداشتی تو داری عدم مدیریت خودت رو فریاد میزنی تو داری ناکارآمدی خودت رو فریاد میزنی که خروجی من در نهایت این پرایده بوده که پولش میتونی بهتر از این رو در خارج از کشور خیلی بهتر از این رو بخری اما من همین رو دارم در حالی به تو رو میدم که طبق ادعای خودم 70 میلیون تومن دارم روش خب فاجعه من این داخل پنتز بگم چون یه بحث این روزها مطرح شد بعض از کارا رو گفتن آقا اصلا سرمایه‌گذاری این روزه اشتباه بوده چرا ما این کاری کردیم چرا روزه خودروسازی کار کردیم این بحث به نظرم خیلی مهمه نیدم که دوستان بهش اشاره کرده باشن سال 96 یه اتفاق برای ما رخ میده و اون اتفاق در کشور هند بوده ما یه خودرو تهیه میکنیم سفارت ما در هند یه ماشین میخره ماشین ماشین تویتا بوده بعد از اینکه این ماشین توسط ایران خریداری میشه دو سه روز بعدش ژاپنی یه تماس میگیرن با آمریکا میگن یعنی که آقا ما یه خودروی تویوتا فروختیم به ایران اسخاری میکنیم رسالتن ما رو ببخشید ما نباید این کارو اینا تحریم ما نباید میفروختیم دقت کردین چی شد همین ژاپنی که خودروی تویوتاش به وفور در اختیار نیروی داعش بود هیچکس نرف اینا رو بازخواست کنی که تو چطور خودروی داری تولید میکنی که مستقیم به این شکل در اختیار داعش قرار میگیره. یه دونه خودرو همین کشور بهمون فروخت به خاطر اون یه دونه خودرو اسقای کرد تو هر حوزه ای ما اگر نتونیم به یک جایگاهی برسیم که طرف مقابل به این جمعی رسیده که اینا دارن اگر بخوان توش هر کاری میتونن بکنن اگر به این جایگاه نرسیم مطمئن باشی تحریم میکنن یعنی در حوزه خودرو هم اگر متعهدگی نمی کردیم میخواستیم یه روز بگیم که روی واردات کار میکنیم چون شما فکر میکنم حالا اینو دوستانی که این یعنی حوزه تخصص دارن بهتر از ما میتونن میگن فکر میکنم نیاز کشورتون در سال چیزی اردیبهشت یکونیم یکونی میلیون خودرو هست نیاز بازارتون ها خب تو همچین شرایطی شما اگر تصور کن ما کلا میرفتیم روی واردات کار میکردیم و فقط وارد میکردیم یه جایی تصمیم گرفتن همینجوری سوژه میکنن بگن آقا تحریم از امروز تحریم میکنیم اینا چجوری جیمیل و امثال اینا رو تحریم کردن یه سال یا رو تحریم کردن یا تونه به ما خدمات نمیداد میتونستن این کارو بکنن و اونجا ما با چالش روبرو میشدیم پس اصل تمرکز روی این شرکت های خودروسازی کاملا هوشمندانه بوده ولی اتفاقاتی که داخل اینها افتاده و ماجراهایی که داخل اینها به وجود آمده سال برانگیزه ببینید چی میخوام بگم میخوام بگم که آقا اگر شما اینجا ناکار آمدی میبینی اصل خودکفایه رو نزن تو محتوای کاری ارائه میدی تو مطلبی که کار می‌کنی، اصل خودکفایه رو نزن اصل ماجرا درست بوده ناکارآمدی اینها نباید باعث بشه که ما کلیت مسئله رو در جور دیگری ببینیم یه دور فضا رو بررسی بکنیم با وجود آمارهایی که ارائه میشه چون دیگه تاثیر ارائه داده بودن توی شبکه اجتماعی بر اساس قیمتایی که وجود داره یه خودروی گران قیمت بود پشت سرش یه پرایت پراید پارک بود بعد گفته بود که با پول اون عقبیه تو خارج از کشور میتونی این جلوی رو بخری خب این خیلی فاجعه است این نشون میده که مسیری که شرکت های خودرو سازی رفتن تو همون کشوری که خودروی زرهی فوق داره تولید میکنه بهترین کشنده دنیا رو بهترین تانک بر دنیا رو داره تولید میکنه تو همون کشور این خودرو داره تولید میشه خب یه اشکال این وسط وجود داره من شنیدم که دولت آی رئیسی رو یک موضوع داره کار میکنه اونم این هست که در جهت رفع التهاب بازار خودرو برای اینکه مقدار قیمت ها رو مدیریت بکنه میخواد واردات انجام بده خلاصه حرفش رو فکر کنم اینه اینا به این اشاره کرده که آقا ما یک میلیون و خورده نیازمون در ساله بعد شرکت خودروسازی اولن تامین میتونه بکنه شرکت خودروسازی داخلی دوم اون چیزی که داره ارائه میده نسبت به مردم ایران خیلی قیمت های عجیب و غریبیه و خیلی کیفیت پایینیه میخوایم با واردات جبرانش بکنیم ای باید میخوایم تصمیم بگیریم که یه بخش قابل توجهی وارد بکنیم هم یه مقدار قیمت اینا مدیریت بشه همین که بتونیم به شیوه دیگری شرکت های خودروسازی رو به حرکت واداریم کلیت خبری که در اصلا منتشر شده با توجه به نکاتی که خدمت شما امیدوار کننده است اگر موارد درش رعایت بشه ولی ما باز دوباره خودمون میبینیم که یه انحصاری به وجود اومده و اصلا کلا یه فضایی به وجود اومده که یه سریا دارن از این قضیه واردات بهره میبرن باز دوباره مردم وسط اذیت میشن یه دور فضای شرکت خودسازی رو بررسی بکنیم چرا امروز با یک لگنی به نام پراید رو بررسیم در کشوری که همزمان داره موشک میسازه من اگر بخوام خیلی ساده شما عرض بکنم باید به این اشاره بکنم ما بازار رو در اختیار اینها قرار دادیم دو تا اتفاق میتونست بیفته یک اتفاق این بود که اینها مثل اسقر قنچی که کامیون های ما رو ارتقا داد بیان روی این قضیه تمرکز بکنن بلند در این حوزه دست و پا بزنن یا مثل تهران مقدمی که موشک های ما رو ارتقا داد بیان روی این قضیه تمرکز بکنن یکی میتونست این باشه دومی میتونست این باشه که بگن خب بازار انحصارا در اختیار خودمونه خدا رو شکر بریم این چیزایی که میخوایم رو به شیوه خودمون یعنی هر روز مثلا یه خودرو ارائه بدیم بگیم مدل جدید باز نگاه میکنیم که همون پراید است یه خورده مثلا آینه شو هم چی چی کرد نه این جدید این ورژن جدیدشه خیلی خوب سال بعد دوباره همین هر سال همین داستان تکرار چون ماجرا انحصاری شد یک فضایی به وجود اومد که اینها سوء استفاده کردن ازش یعنی میتونستن همون نگاهی که در خودروسازی بود همون نگاهی که در حوزه تانک برهای ما اتفاق افتاد رو داشته باشن مسئله ولی ترجیح دادن که از این ماجرا استفاده نکنند بلکه سوء استفاده بکنن این چیزی که فکر ما بهش رسیدیم نکته دیگه اون ساختار ناکارآمدیه که ما تو این شرکت‌ها باش روبرو بودیم و مهمتر از همه این بحث مافیا بحثی که به شدت در این سالها به خصوص در بحث قطع سازان ما داغ شده در اون چیزهایی که الان در رسانه ها منتشر میشه و اون فضایی که باهاش روبرو هستیم پیرامون بحث سازی و بحث واردات خودرو امیدوار هستم که بتونه یک اتفاق خوب رو در حوزه خودرو هم در حوزه قیمت و هم در حوزه کیفیت داخلی برای کشور ما به وجود بیاره دوستشم به بهانه این ابهاماتی که مطرح شده و نکاتی که مطرح شده یک بار مسئله رو با هم دیگه بررسی کرده باشیم من نکته دیگه ندارم اگر شما احساس که نکته هست حتما به این ویدیوها اضافه بکنید و برای ما بفرستیم اگر ما باشید چند تا پیام بخونیم دوستان عزیز یه رفیق خیلی مشتی داریم آقای محسن صابونی پیام های ای رو برای من در یوتیوب میفرستن پیام هاشون فوق ارزشمنده همیشه این پیام ها رو میخونم و از بابت پیام هایی که ارسال میکنید بسیار ممنونم دوست دیگری در پیامشون گفتن که گفته که آها اون ویدیوهایی که تابوتر رو سجن زدن انداختن چقدر همه رو کلافه کرده یعنی کامنت هایی برای من فرستادین در این خصوص که واقعا حیرت آوره یکی از دوستان گفته که درود من با اجازه شما کپی کردم برنامه شما رو ادیت کردم و تا توانستم برای دوستان و خانوادم فرستادم شما هم لطفا همین کار رو بکنید ما هم ناراحتیم از گرونی ها ولی اعتراض از راه درستش نه توهین و قارت آتش زنده باد ایران بسیار ممنونم آقای آقا مشتبه و از پیام ارزشمندتون و ممنونم که مطالب رو دارید نش میدید و کمک میکنید که دیده بشه دوست دیگری گفته که سلام های تحریگر که فرمودین خیلی ها با شک برنامهتون رو دنبال میکنن اتفاقا من از همون اول برنامه رو که چند ماه پیش بود احساس کردم گمشده داشتم که یافتم ادامهش رو نمیخونم بسیار ممنونم از بگم که برای ما ارسال کردین یکی از دوستان گفته که سلام و درود و خستن یه زحمتی داشتم برای در خیلی از مردم دور از جون خیلی راجبه این قانون ثبات قیمت ها و هدفن کردن یاران ها در قانون جدید چیزی نمیدونن و تحت تاثیر پروپاگاندای رسانه‌ای هستن لطفا برای در راجع این موضوع و مجموع این قانون برنامه رو داشته باشین چشم سعی میکنم که یک برنامه در خصوص داشته باشیم یه سری کارشناس داریم که اینها به لحاظ نگاه سیاسی نزدیکن به من و شما هم فکرن با دولت رئیسی هم هم فکرن اونا انتقاداتی داشتن به این داستانه نه به این روند به خودمون جراحی اقتصادی که از از صحبت میشه به نوع چجوری بگم نوع اجرای این داستان کلیت اینا رو میخوام یه بار با هم بررسی بکنم یه مروری داشته باشم اونا چی میگن افراد دیگری که همسو هستن چی میگن نقاط مثبت ماجرا کجا بوده نقاط منفیش کجا بوده اگر بتونم این رو کامل بکنم به یاری خدا یک ویدیو ویژه در این خصوص خدمت شما دوستان ارائه خواهم داد دوست دیگری گفته که آقای محمد گفته درود بر روان پاک سردار دلها و گمنام که راهشان را رفته و میروند، گم، گمنامهایی گمنام هایی که راه ایشان را رفته و می روند چند تا از دوستان من که ضد نظام بودن با شهادت سردار فهمیدن که راهشان اشتباه بوده و برگشتن چقدر از این جنس از پیام ها داشتن در این مدت یعنی رفقایی که تعریف کردند از دوستان که اصلا نگاهشون کاملا به مسائل متفاوت بوده و ظاهرا آسمانی شدن قاسم سلیمانی باعث شده که اونها یک بار با تعمل بیشتر مسائل رو ببینن بسیار ممنونم از نکته که برای ما فرستادین یکی از دوستان آقای مرتزا یک پیامی برای من فرستاده درباره اون ویدیو مربوط به پرویز پرستویی ببین خلاصه حرفش اینه میگه که این کاری که اتفاق افتاد و این رفتاری که اپوزیسیون از خودش نشون داد باعث شد که اون کسانی که ضد حکومت هستن هم حتی با خودشون که اینا چقدر واقعی چقدر رفتار اینها امرا و خشونته بعد مثال زده از یکی از اقوام خودش حالا ایشون اشاره کرده به عمه خودش ولی توضیح نداده نگاه سیاسی ارامون تا با تجربه اینکه به ایشون اشاره کرده من برداشتم این هست که ایشون هم نگاه سیاسیش با ما همسون نیست یعنی عمه ایشون گفته که خودم از عمه خودم هم از رفتار اینها عصبانی شد و پشت حکومت درآمد و قدردانی کرد از این حکومت و به این اشاره... حالا اشارهش به این نمیگه که با خودش گفته بود که هر چقدر هم که این حکومت بعد باشه در مقابل منتقدین خوش فرشته است من چیز داخل پندز بگم رفتاری که اپوزیسیون در این سال ها از خودش به نمایش در آورده و کارهای عجیب و غریبی که اینها انجام دادن یه سوال رو در ذهن بعضی از کسانی که حالشون از جمهوری اسلامی به هم میخوره به وجود آورده و اون سوال اینه که خب باشه من با این مشکل دارم ولی شماها شما با این مدل با این رفتار با این سطح فهم و درک و و با این مدل رفتار چیکار میخواید بعدش انجام بدید برای کشور من چیکار میتونید انجام بدید بعد چقدر اختلافات درونی خودتون حل شده که حالا بعد از اینکه بر فرض محال این حاکمیت رو ساقط کردید ما انتظار داشته باشیم بتونید کاری برای وطن بکنید خب این رفتاری که اینها از خودشون نشون میدن و این رفتار کاریکاتوری باعث شده که حتی اونهایی که حالشون از این حاکمیت به هم میخورد اونها هم بفهمن که این جماعت ضد وطن قابل اعتماد نیستن خیلی ارادت دارم بسیار ممنونم از پیام هایی که برای ما ارسال کردین اگر احساس کردین نکته هست حتما برای ما بفرستین و کامنت فراموش نشه